این خط جدیدمون میتونه جایی باشه که اردیبهشت میاد زیرش قرار میگیره و طبیعتاً توی این خونه هم یه اتفاقی باید بیفته احتمالا. حالا این اتفاق میتونه از قرار گرفتن یه عنصری مثل یکی از این گلا باشه، با همون اندازه که اونجا بود، یا اینکه یه خطی میتونه، مثلا اینو میتونیم برداریم این خط رو دوباره ادامهش بدیم. برای مثال فرهاد فوزونی طراح گرافیکه، برای نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی پوستر طراحی میکنه، برای کتاب ها جلد میزنه، برای مجلات صفحه آرایی میکنه و برای مؤسسات و گروه ها لوگو میسازه. کارهایی که همشون سفارش دهنده ای دارن که به طراح میگه چه توقعی از محصول نهایی داره. اما گرافیک فرهاد فوزونی مستقل از هدفی که سفارش دهنده دنبالش بوده، ارزش هنری داره که توی فرم و زبان بصری طراحش نهفته است. گرافیک هنری فرهاد فوزونی یه خصلت استثنایی داره که به نوعی وجه تمایز هنر نسل هنرمندان متولد بعد از انقلابم هست. هنر اونها انگار قرار نیست دنیایی متفاوت با جهانی که توش هستیم بسازه. انگار قرار نیست چیزی در گذشته رو احیا کنه یا آرمان شهری برای آینده بسازه. گرافیک فرهاد فوزونی تسلیم کردن رویاهاست به حال حاضر زندگی واقعی تهران. حال تهران چیزی بود که توی آتلیه های دوستامون و همکارامون من نتونستم پیدا کنم، تو موزه ها و این ورمورم نتونستم پیدا کنم. تنها جایی که میشد پیداش کرد خیابون بود، یعنی واقع بین بودن. مثل یه فیلمساز مستند، فقط یه فیلمساز مستند یا عکاس مستند میتونه حال رو دقیقا بسازه. بقیه دارن خارج از حال زندگی میکنن، یا گذشتن یا آیندن یا تخیلن. بر همین خود شهر و خود خیابونا و خود آدمایی که در جریان همشون برای من مهم شدن. یه دفعه متوجه شدم که من از آتلیه‌ام که میام بیرون چشمو میبندم میرم تا میرسم به آتلیه نفر بعدی، دوباره از اونجا میریم خونه فلانی، این فاصله هر داری چشتو میبندی، بعدی هم غور میزنی که نه این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه، این اصلا یارو ببین چیکار میکنه، و همش خودتو داری جدا میکنی. و اتفاقا من اومدم برعکس فکر کردم، گفتم که اصلا اونجاها چشاتو ببند، بیا توی این فاصله ها بگرد چیزی پیدا کن. و اینجوری بود که تهران همینجوری جدیتر شد. فکر کنم 82 یا 83 بود. اما فرهاد فوزونی از تأمل بر تهران امروز شروع نکرد. نسل فوزونی یعنی نسل هنرمندان پس از انقلاب تقریبا همه در ابتدای کارشون متأثر از گفتار مدرنیسم دهه‌های 40 و 50 بودن که به نوعی می‌خواست عظمت گذشته ایران رو احیا کنه. حالا چه در دربار، چه در هنر مدرنی که اصلی ترین منابع الهامش صنایع دستی، عرفان و اسلام یا محله‌های تو در توی کاهگلی بود. ضربه کاری به این گفتار رو انقلاب 57 زد. انقلابی که خودش به نوعی ثمره رویای ایمان به اصالت گذشته بود و می‌خواست با توسل به نظامی که در گذشته پایه داشت آرمان شهری در آینده بسازه. نسل هنرمندان پس از انقلاب نسلی بود که این ضربه رو به شکلی درک کرد که رویای اصالت گذشته یا آرمانگرایی گذشته محور براش به پایان رسید و جاشو به تأمل بر حال حاضر داد. چی شد که اینطوری شد؟ فوزونی که متولد 1357 کارشو در ادامه سنت مدرنیسم دهه‌های 40 و 50 با تلاشی فاعلانه برای ساختن نوع زیباشناسی آرمانگرا شروع کرد، با طراحی یه فونت مدرنیستی، یعنی فاعلانه ترین کار یه طراح گرافیک قرن بیستمی. من شروع کردم روی فونت میترا کار کردم و اینو تغییر دادم تا اینکه کم کم اصلا تبدیل شد به یه فونت دیگه، هم خیلی بولدتر شد و هم خیلی یه جورایی شاید فانتزی تر شد و از یه نظرهای شبیه تر شد به نستعلیق به خاطر میزان گردی هاش، و از طرف دیگه یه جور امضای من شد که من تاکید داشتم روی اینکه این حتما هر کاری که من میکنم باید حتما با این فونت باشه. در حقیقت این فونت که تهیه کردم شبیه فضاهای دهه 70 میلادی ولی در ایران بود، یعنی همون فضای فانتزی که در کل جهان چیزی شبیه فانتزی وجود داشت، ولی خب مدلایی که توی تهران عنوان مغازه ها رو باش میساختن این یه ذره شبیه اون بود. پوستر مرتضی زاهدی هم با همین فونت طراحی کردم. رنگ و نوشته و اینکه بعد این سیلک چاپ شد، کلا فضاش یک جور فضایی بود که خیلی دوست داشتن
ولی من فکر کردم که این پست، یعنی یه دفعه به این این به ذهنم رسید که این پست مال الان تهران نیست. اگر باشه مال گذشته تهرانه یا مال آینده تهرانه. و الان وقتی میره توی خیابون و نصب میشه و رفتم ازش عکاسی کردم، احساس کردم که این یه جای کار داره میلنگه. بنابراین شروع کردم حالا به فکر کردن که کجای کار میلنگه و چرا این توی این خیابون خب خیلی به چشم میاد، یعنی دیده میشه، ولی این دیده شدنش اتفاقا از این جنسه که این مال اینجا نیست. و شروع کردم پیدا کردن اینکه چیا میتونه مال اینجا باشه و این شروع پیدا کردن فونت های جدید بود و پیدا کردن لیات جدید بود و استفاده از ایمیج های متفاوت. تصویر و نوشته توی کار فرهاد فزونی به این ترتیب از طریق مشاهده وضعیت بصری شهر شکل میگیره و زبان بصری در گرافیک خلق میکنه که به آسونی در کارهای مختلفش قابل ردگیریه. زبان بصری که مثل آینه وضعیت شهر رو بازتاب میده، اما همزمان سعیم میکنه فرهنگ و زیباشناسی رو که شهر رو پوشونده اما متعلق به هنرمند نیست تسخیر کنه و از آن خودش کنه. دو تا ماجرا فونت برای من داشته، یکیش این بود که اصلا فضای تهران رو با فونت بشه نشون داد، یکی این بود که فونت رو یک کاریش بکنی که زنده باشه، خط فارسی بتونه زنده باشه. یعنی من یادم موقعی که دانشگاه بودیم یه مثالی وجود داشت، همه میگفتن آقا این پوستری که طراحی کردی و فونت فارسیاشو وردار انگلیسی بذار این چقدر خوب میشه. یه کاری که من خیلی روش سعی کردم که اتفاق بیفته و هم نسلی های من هم همینطور این بود که امروزی کنی، تو بتونی برای یک موزیک چه میدونم رپ یا راک بتونی برای اونا کار کنی با فونت فارسی. و این خیلی چیز عجیب، یعنی چیز این کاریه که در واقع این نسله تونسته انجام بده. الان چه میدونم کسی برش نمیاد یه تیشرتی بپوشه اگه خوب طراحی شده باشه که روش فارسی نوشته شده. این خیلی اتفاق عجیبی بود که افتاد و خیلی سخت بود، برای اینکه ما هی سعی کردیم تو همه چیز خیلی فکر شده و خیلی خودآگاه در واقع هی فونت فارسی رو امکاناتش رو فراهم بکنیم برای امروزی شدنه. به اضافه اینکه خب اصلا کلن ریخشناسی حروف فارسی هم یه چیزایی بود که دارم روش کار میکنم به شکل جدی، با گروه دبیره داریم روی خط فارسی کار میکنیم. این بخشی که من دارم کار میکنم ریخشناسیش که اصلا چیه، یا این چرا یه جاهایی از دست رفته کلمه ها، و یعنی ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم در مورد خط فارسی. ما باید بگیم که مثلا چه میدونم این فی که نوشتیم اون بینگول این ورش کجه، هیچ اسمی نداره، هیچی اصلا واژه ما نداریم برای حرف زدن در مورد خط. باران میبارد در فرودگاه تگل و من در انتظار تو برگرد. این چیدمانی از فرهاد فزونی با عنوان تهران، چیدمانی که این روزها در برلین و در جریان نمایشگاه راست به چپ برپاست، نمایشگاهی با حضور برخی از برجسته‌ترین طراحان گرافیک از کشورهایی که خطشون از راست به چپ نوشته میشه، خط فارسی و عربی. تهرانی که فزونی همواره حال حاضرش رو ستایش کرده بود انگار در این چیدمان به خاطره پیوسته. در آثار فرهاد فزونی حروف فارسی رو اغلب خطهای شبیه جعبه احاطه کرده. ایده‌ای که در کارهای اولیه‌اش از سنت ترکیب نوشته و تصویر توی مینیاتور ایرانی اقتباس شده بود. اما امروز این جعبه‌های نوشتاری یه جور محاصره متنن.
انگار نوشته زندانی شده. برای فرهاد فزونی این جعبه ها آینه ای در برابر وضعیتی که اگه هر چیزی رها باشه بلافاصله دورش حصاری کشیده خواهد شد.